بینندگان عزیز سلام، با ما امشب خوش آمدین. هفته گذشته خشونت بارترین روزها برای خبرنگاران افغانستان گزارش داده شده و تنها در 6 مورد خشونت علیه خبرنگاران در طی هفته گذشته از طرف کمیته مسئولیت خبرنگاران گزارش داده شده است و گفته می شود که بیشترین این خشونت ها از طرف مسئولین حکومتی به ویژه پلیس صورت می گیرد. اما دلیل افزایش این خشونت ها در چی هست و چرا ژورنالیستان با تمام چالش های امنیتی و نداشتن حق دسترسی به معلومات باز هم به خشونت مواجه میشن؟ پرسش هایی است که با مهمانان امشب آماج، آقایان جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ، آقای اخپلواک ساپی رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان و صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه های مسئله نی مورد بحث قرار میتیم. در عین زمان ما نماینده خبرنگاران ولایت کندوز، هرات و جلال آباد در خط تلفن خود داشتیم و در مورد مشکلات و چالش هایی که ژورنالیستان این ولایات دارند صحبت خود کردیم. اما نخست توجه نمایید به گزارش در این مورد. نصیر احمد صادق خبرنگار تلویزیونی یک روز گذشته هنگام مورد ضرب و شتم نیروهای پلیس در ولایت تخار قرار گرفت که به منظور تهیه گزارش در مورد شکایت شماره از شهروندان طالقان در رابطه با لطکوب رانندگان و شکستاندن شیشه های فلمدار وسایل شخصی به یکی از پازگاه های پلیس رفته بود. به گفته صادق، خودش مورد ضرب و شتم قرار گرفته، شیشه موتر و وسایل خبرنگاری و از سوی پلیس شکستانده شده است. تمام خبرنگارای زون شمال سر از طرف قماندان امنی ولایت تخار توهین میشه، تحقیر میشه و فعلا لطکوب میشه، اخطار داده میشه، اما دولت هیچ توجهی در این راستا نداره و فعلا که شما میبینید این موتر از من است، من خبرنگار تلویزیون یک هستم. شیشه موتر مرا میده کردن، پلیس وزرش کردن، تلا کرد مرا، توهین کرد که مرا لط بکنه. در این حال سربازی که خبرنگار تلویزیون یک را مورد ضرب و شتم قرار داده میگوید و این کار را به دستور فرمانده پلیس این ولایت انجام داده است. خواستیم نظر فرمانده پلیس تخار را هم در این مورد داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به این کار نشدیم. از سوی هم اتحادیه ملی خبرنگاران و شماره از خبرنگاران در شمال شرق کشور این عمل را به شدت محکوم نموده و از مقام‌های وزارت داخله و رئیس جمهور کشور خواستند تا این رویداد را مورد بررسی و پیگرد قانونی قرار دهند. ما عملا میبینیم که امروز تلویزیون یک شیشه‌اش میده میشه و سرت پلیس میده میشه و خبرنگار یک تهدید میشه. ما از طریق همین مایی که تلویزیون ها اعلان میکنیم که رئیس جمهور توجهی تانه به خبرنگار و رسانه ها معطوف بدهیم. تا کنون هیچ گونه اقدامی از جانب وزارت داخله و شخصی وزیر داخله صورت نگرفت. موتر خبرنگار تلویزیون یک متوقف ساخته میشه از جانب پلیس به بهانه ای که شیشه عقب موتر سیاست و شیشه توسط پلیس شکستانده میشه و خبرنگار تلویزیون یک با برخورد زشت منصوبین پلیس مواجه میشن و مورد لطکوب قرار میگیرند که دقیقا تمام آنچه که صورت گرفته ما با مقامات وزارت امور داخلی افغانستان شریک ساختیم و جدا از اونا تقاضا کردیم که به این مسئله توجه جدی صورت بگیره و خاطی باید مجازات شود. اما وزارت داخلی افغانستان در این مورد چه اقدامات را انجام داده است؟ سخنگوی وزارت داخله میگوید هیچ پلیس حق ندارد خبرنگاران را مورد ضرب و شتم قرار دهد و افزود وزارت داخله این مسئله را مورد بررسی قرار داده و با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد. بررسی خود آغاز کردیم و این مسئله را بررسی میکنیم. به گونه جدی بررسی میکنیم و هر مشکلی که وجود داشته باشه راه حلش پیدا میکنیم و هر کس که مقصر باشه حتما مسائلی که بسیار مهم است بر از او گرزت خواهد شد. اما در مجموع این ورطان بسیار به وضاحت گفته میتونیم که ما همیشه از ژورنالیست ها حمایت میکنیم، از رسانه های آزاد حمایت میکنیم و پلیس باید در هر گوشه و در هر جایی که است از ژورنالیست ها باید حمایت بکنه. هرچند این بار نخست نیست که خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. در تازه ترین مورد هفته گذشته مسئول تلویزیون تابان در هرات با یک خبرنگار آن از سوی نیروهای پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفت، اما تا هنوز به چنین موارد از سوی مقامهای حکومت رسیدگی نشده است.
بینندگان عزیز به ادامه برنامه خوش آمدین و شما هم میمونان عزیز به بس ما بسیار زیاد خوش آمدین. آقای نورانی، میخوایم بس با شما شروع کنیم. وزارت اطلاعات فرهنگ من حیث یک وزارت سکتوری در مورد خشونت علیه خبرنگارا که صورت میگیره چی اقدامات را تا هنوز انجام داده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شما و بینندگان محترم تلویزیون بسیار پربیننده و پر مخاطب یک برز میخواهیم برسانم که وزارت اطلاعات فرهنگ، قسم که شما خبر دارین، خود طبیعی است که یکی از وزارت های مثل وزارت معارف و یا سایر وزارت ها وزارت بدون سلاح و بدون توپ و تفنگ است و اینا، اما طبیعی است که زور و قوت خودم در مورد معین داره و شما می فهمین مطبوعات گوی چارم است. ما با تأسف موارد بسیار زیاد در طول سالهای گذشته در رابطه با خشونت هایی که با خبرنگارها و ژورنالیست ها صورت گرفته این اطلاعات داریم، شکایتاشون هم داریم یا آگاهی خود از طرق مختلف به دست آوردیم. اما چی اقدامات کردیم در این مورد؟ خدمت عرض میکنم که ما مثل سازمان های آزاد ژورنالیست ها و اینا، ما هم از حامیان بسیار جدی خبرنگار ها هستیم، چرا که ما در وزارت خود هم خبرنگار ها داریم، چون ما هم رسانه ها داریم، چی چاپی، چی تصویری، چی صوتی. به هر حال از نظر ما مطلقا غیر اخلاقی است هر گونه برخورد زشت در مقابل خبرنگار، و خبرنگار را ما جز فامیل مشترک میدانیم که چی در داخل دولت کار میکنه، چی بیرون دولت. بنابراین حمایت از اونا وظیفه بسیار جدی ما است. شما از موارد خشونتی که صورت میگیره آگاهی دارین؟ اطلاعات پیدا میکنین وقتی که علی ژورنالیست ها خشونت صورت میگیره؟ بعضا ما اطلاعات از طریق اینمی خبرنگارای آزاد میگیریم یا خود رسانه هایی که خبرنگارشان مورد خشونت مثلا در بحثی که در شروع برنامه در گزارشم بود و در این زمان ما هم در آغاز برنامه ذکر کردم که در یک هفته گذشته 6 مورد خشونت علیه خبرنگارا صورت گرفته. شما از این خبر دارین؟ کاملا میشه که یکی دو مثالش بگوین، یکی دو موردش که در کجای خشونت ها صورت گرفته؟ من بر شما دقیقا عرض میکنم که در موارد معین که خبر بر ما رسیده، شکایت مستقیما از طرف خود ژورنالیست و یا از طرف رسانی مربوطیش وقتی رسیده، ما اقدام خود جدی کردیم. به گونه مثال شما مثال خواستین، ما زمانی که در نخستین ساعت آگاهی یافتیم که فایر شد بالای نظری پریانی، مدیر مسئول روزنامه ماندگار، فورا وزیر اطلاعات و فرهنگ مرا خواست و هدایت داد که مکتوب بی نهایت جدی نوشته میکنی به وزارت داخله و بیار که من امضا کنم، فورا روان میکنیم. در اون مکتوب من تذکر دادم که مقابل یک روزنامه‌نگار ما اینطور یک عمل صورت گرفته که میتونست منجر به مرگ شوه و خوشبختانه او جان به سلامت برده. حتی در مکتوب من با خود آقای پریانی که تماس گرفتم، حتی پرسان کردم که در کدام منطقه، چی، کدام ناحیه بود، کدام حوزه پلیس در اونجا مسئولیت داره، اینا را معلومات را که گرفتم در مکتوب به وزارت داخله ببخشید نوشته کردم. حتی کسانی که از نگاه خود آقای پریانی مشکوک بودن به این سوی قصد خوشبختانه ناکام، اونا رو هم تذکر دادیم که اما در تازه ترین موارد که در 8 روز گذشته بوده، شما آگاهی دارین که کدام ژورنالیست توهین شده، کدام ژورنالیست مورد لطکوب قرار گرفتن؟ خدمت شما عرض کنم که بدون شک وزارت اطلاعات فرهنگ آگاهی داشته، اما فقط مثلا از کدامش میشه که یک موردش رو بگوین، از کدام موردش و چی اقدام کردین؟ اینمی لحظه من بر شما یک جواب دقیق از خاطر زی ندارم که من در یک مسافرت رسمی برای یکی دو هفته نبودم، فقط 3 روز میشه که ما آمدیم و از این جریان تازه من شخصا آگاهی ندارم، اما من مطمئن هستم که وزیر اطلاعات فرهنگ هم آگاهی داره و هم اقدام لازمه کرده. آقای سپهی، دلیل افزایش خشونت علیه خبرنگارا را شما در چی میبینین؟
ټول دوستانو په اجازه ول په اجازه راکې یو سلندر یا فساده ته یو اشاره وکړه. تقریبا په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د ټول کسان چې په مطبوعاتو او میډیا کې کار کوي د سلندر اخی کراوخل تقریبا تر شپېته سلنی ورپورته د خبرنګارانو په وړاندې تاوتریخوالی تر ډېر د امنیتي ارګانونو او حکومتي چارواکو له لورې صورت نیسي. ورپسې په دویمه قدمه کې د زور خاوندان او پخوادي جنګسالاران او ځینې کسان چې اوس د پیسو له اړخه ډېر غښتلی دریځ لري په ټولنه کې هغوی هم له بده مرغه د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ او د خبرنګارانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې په فعال ډول ښکیل دي. دوی عمدتاً ځان سره څلور پنځه نفره وسله وال باډیګاران د ټوپکونو په لاس ګرځي. دوی هم دا کار کوي. یعنې که دغه فیصدۍ ته راوړې تر ټولو کمه فیصدي راجع کېږي د حکومت وسله وال مخالفینو ته چې هغوی لا د حکومت په پرتله هغه د تاوتریخوالي د فیصدۍ کچه د خبرنګارانو په وړاندې کمه ده. او دا ډېره د خواشینۍ خبره ده چې زموږ امنیتي ارګانونه حکومتي چارواکي چې د قانون د تطبیق مسؤلیت په غاړه لري په خپله د قانون په وړاندې کولو کې او د خبرنګارانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې ښکیل دي. علتونه مشخص دي. تر ټولو لوی علت دا دی چې هغه کسان چې د خبرنګارانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې ښکیل وي متاسفانه چې یوه بیلګه هم ډیره کوچنۍ بیلګه یوازې څه موده وړاندې په ننګرهار کې یو کس چې د ملي امنیت په اداره باندې کوم ځانمرګ برید شوی و او هلته ډېره بده رویه د خبرنګارانو سره شوې وه. په ګڼ شمېر کې خبرنګاران وهل شوي و، ټکل شوي و، بې عزتي شوي وه. ظاهراً اعلان دا و چې یو کس کوم څوک چې امنیتي ارګانونو کوم کس ښکیل و په دې کې هغه له خپلې دندې لرې شوی دی. د دغې یکې یوې بیلګې نه سوا ټول یو ډول معافیت سره مخامخ دی. که څوک د خبرنګارانو په وړاندې هر ډول چلند وکړي قانونی تپوس بس خاص دا بوینه. اینه شما میخواین بگوین که چون کسانی که مرتکب خشونت علی خبرنگاران میشن اونا تعقیب عدلی نمیشن، تعقیب قانون نمیشن. دقیقا دلیلش همی است که دقیقا خشونت علی خبرنگاران افزایش پیدا کرده. تر طول لوی اساسی علت هم داده چه هغه کسان چه د خبرنگارانو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخلي هیڅ یو نه پوښتل کیږي او برعکس که نیوکې پرې وکړي او اشاره ورته وکړي یو ډول بیرته په خپله همدغه خبرنګاران میډیا مطبوعات ګواښي. زه یو بل مثال وړاندې کول غواړم. دلته په څه موده وړاندې په کابل کې د ځانمرګې برید پېښه وه او په هغې کې ډېر بد برخورد د خبرنګارانو سره وشو. په هغې رابطه د خبرنګارانو د حمایت بېلابېلو ټولنو اعلامیې خپرې کړې وه، هغه حالت یې وغندې. په دې کې زموږ ټولنې هم یوه اعلامیه مخبره کړې وه او کوم چارواکي ته یا کوم مقام ته چې زموږ په اعلامه کې اشاره شوې وه د همغه مرجع نه د شپې زه په کور کې وم، ماته 9 بجې ماته زنګ راغی چې ولا دا ښه کار نه دی شوی، دا څنګه دا کیسه داسې شوې ده. خو خوشبختي بیا دا وه چې همغه کسان خبرنګاران چې ګواښل شوي وو له هغوی سره یو ډول وربللي وو، لږ تر لږه خبرې ورسره کړې وې. یعنې دغسې وه. بل د قانون مساوي تطبیق هم یو بل علت دی چې دغه مسلې ته دغه کې د خبرنګارانو په وړاندې تاوتریخوالي ته لمن. یو بل دلیل یې دا دی چې حکومت هم ظاهراً چې څرګندونې اورېدې اطلاعات او کلتور وزارت خو یوې غاړې ته پرېږده، ټول هر یو ظاهراً یعنې په ظاهره په الفاظو په کلمو کې له خبرنګارانو نه او د بیان له ازادۍ نه په افغانستان کې د حمایت خبره کوي او دوی هم تشه غندنه کوي. یعنی هغه غندنه چې د خبرنګارانو د حقونو د دفاع او ملاتړ ټولنې او کمیټې کوي په عین شکل چارواکي مقامات هم ظاهراً یوه غندنه کوي. خو غندنه د هغوی کار نه دی. د هغوی کار له هغه چانه چې سرغړونه کړې ده هغه قانون ته راخل، د هغې نه یو تپوس، د هغې نه یو بازخاص او بیرته د افغانستان خلکو ته میډیا او مطبوعاتو ته او ژورنالیستانو ته دغه خبر ورکول چې دغه سړي دغه سرغړونه کړې وه او د قانون له مخې دغه چلند ورته شوی د دوی وظیفه ده. سپاس. آقای توحیدی، در آغاز برنامه هم گفتیم که تنها در 8 روز گذشته 6 مورد خشونت علی خبرنگارا و ژورنالیستا صورت گرفته. فکر نمی کنین یک نوع
خشونت سیستماتیک سازماندهی شده است و ایز که اتفاقی هر کسی که یک گزارش بر ذوق علاقش نیست علیه او خبرنگار جوابگیری میکنه و خبرنگار را تهدید میکنه و مورد خشونت قرار میده. بسم الله الرحمن الرحیم. در 10 سال گذشته با توسعه رسانه‌ای در افغانستان ما شاهد خشونت‌های زیادی در برابر خبرنگاران بودیم. قسمی که جناب آقای خبرباک گفتن در بسیاری از این موارد متهم به خشونت متاسفانه منصوبان حکومتی افغانستان، نیروهای امنیتی و پلیس و مسئولان محلی و سایر زورمندان بودند. در هفته که گذشت متاسفانه ما اطلاعات بسیار ناگواری از بسیاری از ولایات داشتیم، از غور گرفته تا هرات، تا ننگرهار، تا تخار که واقعش تازه است و برخی از ولایات دیگر که متاسفانه بعضی از این خبرنگاران حاضر نیستند که حتی بر نهادهای مدافع آزادی بیانم گزارش بدن از وضعی که مواجه میشن و از رویدادی که مواجه میشن، به دلیل از این که حمایت‌های لازم از خبرنگاران صورت نگرفت. صدور اعلامیه‌ها، نشست‌های خبری، اعتراض و انتقاد از حکومت در این زمینه کارگر نیفتاده. لحاظا کسانی که در پی محدود کردن کار اطلاع رسانی در افغانستان هستند، خاص سیستماتیک یا غیر سیستماتیک به خشونت ادامه میتن و گراف خشونت متاسفانه بالا میره. ما در سال 2012 میلادی 69 مورد خشونت را در دفتر دیدبان رسانه به ثبت رساندیم که بیشترین این اعمال خشونت را مرتکبینش منصوبان حکومتی و دولتی افغانستان بود. چرا با منصوبین حکومتی صحبت نمیشه، در جریان گذاشته نمیشن؟ یا مثلا پلیس فکر نمیکنن که بر یک نوع آموزش ضرورت داره که با خبرنگارا چگونه برخورد کنن؟ متاسفانه در این زمینه هم تماس‌های بسیار مستقیم ما علاوه از اینکه نهادهای خبرنگاری، علاوه از اینکه با وزارت اطلاعات فرهنگ تماس‌های گرفته میشن در موقع، با منصوبان بلندپایه ارگان‌های مختلف حکومتی تماس گرفته شده. در واقع تخار این پیشینه چندین ماهه داره، از چند ماه، البته از چندین ماه به این سو، مناسبات فرمانده پلیس ولایت تخار با خبرنگاران این ولایت بسیار حسنه نیست. مسئول رادیو تلویزیون دولتی، خبرنگار رادیوی آزادی و سایر خبرنگاران در این ولایت متاسفانه مورد به خشونت فرمانده پلیس، شخص فرمانده پلیس قرار گرفت. ما این مسئله را هم به ریاست جمهوری خبر دادیم، هم به مقام وزارت داخله خبر دادیم، تقاضا کردیم در پرس کنفرانس و در مکتوب رسمی و در نامه‌ای که فرستاده شد که به این مسئله توجه جدی صورت بگیره. مقامات مسئول باید از فرمانده پلیس ولایت تخار بپرسند که مشکلش با خبرنگاران چیست. برای یک مدت زیاد اخبار و گزارش‌های مربوط به عملکرد پلیس در ولایت تخار از طرف به خبرنگاران تحریم شد، اما نه تحریم نتیجه داد، نه تقاضا و درخواست ما نتیجه داد. در تازه ترین مورد که خبرنگار تلویزیون یک مورد لطکو و ضرب و شتم قرار گرفت، هم با وزارت داخله تماس گرفتیم و آخرین اطلاعاتی که جناب آقای صدیقی به ما گفتن از طریق تلفنی است که وزیر داخله تصمیم گرفته که این مشکل را حل کنه. مشکل چگونه حل میشه؟ سری بس حل مشکل میاییم آقای توحیدی. میخواییم بس دوباره با آقای نورانی ادامه بدیم. شما متوجه بودین که دو اشتراک کننده ما در بس گفتن که بیشترین خشونت علیه ژورنالیست ها از طرف منصوبین حکومتی صورت میگره. چرا از طرف منصوبین حکومتی صورت میگره این خشونت ها؟ گپ شما کاملا دقیق است. یعنی خشونت، حتی ما به تایید گپای تویدی سید باید بگویم که مافیا و زورمندا و اینا و خب برسته خواهد. آقای نورانی با معذرت با شما دوباره برمیگردیم، چون یکی از خبرنگارای ما از رئیس اتحادیه خبرنگارای ولایت تخار روی خط هستند، از مشکلاتی که خبرنگارا و ژورنالیستا در ولایت تخار دارن صحبت میکنن. آقای دهزاد به بحث ما بسیار زیاد خوش آمدین. میمانان این بحث ما هستن آقای جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات فرهنگ، و آقای
خپلواک ساپای رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان و صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان رسانه نی. میشه که از مشکلاتی که خبرنگارا و ژورنالیستان تخار دارن صحبت کنین؟ ما قبل از همه اجازه میخواییم که سلام و احترام خود را برای شما و با میمانای برنامه تن و احترام به شما و میمانای عزیزی تلویزیون یک تقدیم بکنم. قسمی که شما میدانین خبرنگارا در تمام افغانستان و به خصوص در ولایت تخار به خاطر تامین پول و عدالت اجتماعی انکشاف و بازسازی کار میکنن، اما از مدت یک سال بعد میشود که در موارد مختلف خبرنگارا در ولایت تخار مورد اهانت قرار میگیرند، مورد لطف قرار میگیرند، از سر و صدایشان از هر جای لند میکنند، گوش شنوایی نیستی حرف خبرنگارای ما را بشنوه. ما از طریق برنامه شما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از صنفهای خبرنگار، صنفهایی که از خبرنگارا حمایت میکنند، مثلا دیوان رسانه ها، شورای خبرنگارا و در مجموع نهادهایی که از خبرنگارا و ژورنالیست‌ها حمایت میکنند، میخواهیم میطلبیم که موضوع جدیتر بگیرند و در سراسر افغانستان از خبرنگارا حمایت بکنند که خبرنگارا در هر جا مورد اعانت قرار میگیرند و از اینا حمایت بکنند. آقای دهزاد، مشکلات عمدهتان در ولایت تخار چی است؟ گفته میشه که روز گذشته یک حادثه رخ داد و پلیس کمره یکی از خبرنگارا را شکستاند و مورد لعنت کوب قرار دادش. بله درست. مشکلات عمدهی که در ولایت تخار وجود داره، خبرنگارا خود زحمت میکشند، عدم دسترسی به اطلاعات است که قسمی که قانون رسانه و قانون اساسی تاکید کرده است. صراحت داره که اتباع افغانستان حق دسترسی به معلومات دارند و ما حق داریم که حوادث و انتخابات و هم مشکلات مردم ما مطرح بکنیم. وقتی که یک موضوع میریم ما مطرح میسیم با تعداد از مسئولین، اونا حاضر نمیشنند به مصاحبه و به خبرنگار اعانت میکنند. در مورد روز گذشته، به این روز گذشته نسیزدان صادق یک خبرنگار یور و شامت در فکر میدید که این مدت کوتاه گذاشته بسیار خوبی در تصمیم بینندایش کرد و این روز گذشته واسه نسلش توسط افراد پلیس تخریب شد، مایک خبرنگار ساخته شد و خودش از طرف نیروهای پلیس قماندانی امنیه مورد اهانت قرار گرفت. ما توقعی ما از شورای خبرنگارا، از دیدبان رسانه، از مقامات دیجیتالی دولت ای است که این موضوع را جدی پیگیری بکنند و در موردش کار بهتر صورت بگیرد تا بیشتر از این ما مورد تهدید و اهانت دیگرها قرار نگیریم. تشکر آقای دهزاد. آقای نورانی، شما صحبت‌های آقای دهزاد رئیس انجمن خبرنگارای ولایت تخار شنیدین. شما از مشکلات عدم دسترسی به معلومات کنا صحبت کردن و تهدیدات را که خشونت‌هایی که در اونجا صورت می‌گیرن، شما از ولایت تخار از این مشکلاتشان با خبر هستین؟ بله، حتی قبل از مسافرت ما به شکل رسمی که براتون گفتم، امی مسئله تخار واقعا امی قسم که اینا میگن از ماها قبل اینا این مشکل داشتن. ما هم با برادر ما با نکته که در رابطه با عدم دسترسی به اطلاعات بود هم اشاره میکنم، ولی قبل از او یک دو نکته را به عرض شما میرسانم که ای هم به ای سوال از اینا یا مشکل از اینا هم ارتباط میگیره با سوال قبلی شما هم. من خوب به خاطر دارم که در حدود 2.5 سال قبل وزارت اطلاعات فرهنگ که در او شما واضح است که شخص وزیر اطلاعات فرهنگ دکتر صاحب رهین و اراکین وزارت هم حضور داشتن، نماینده وزارت دفاع، وزارت داخله، امنیت و حتی یکی از جنرال های بسیار باصلاحیت آیساف هم در کنتیننتال دعوت شدن. این موضوع خشونت در اونجا مطرح شد. اما چی اقدامات صورت گرفتن؟ از اون بحث هایی که شما صحبت میکنین هر روز خشونت ادامه پیدا میکنه و ببینید زیاد شده میره. ای را خب بایدم پیگیری کنیم. می کار یک روز و دو روز نیست، در ممالک دیگه جهان هم سابقه داره. زمانی که وزارت اطلاعات فرهنگ آذر می سازن با صلاحیت ترین نماینده های امنیت، دفاع و داخله را و همچنان از نیروهای خارجی را آیساف و در برابر ژورنالیست‌ها قرار میتن در یک مجموعه که او انتشارم پیدا میکنه از طرف رسانه‌ها و خبرنگارای ما با آزادی تمام مشکلات خود مطرح میکنن، از هر کدومش پرسان میکنه و نگفتن همونه که در اونمون نشست کنتیننتال وزرا بودن
مثلا شخص آقای وردک اما این که تاثیر گذار وقت... نباشه حتی رئیس جمهور اگه اشتراک کرده باشه شما از وزرا صحبت میکنید وقتی که تاثیر نکنه خشونت ایوازی که کم شده برای افزایش پیدا کرده برای این نشست ها چی درد دوام میکنه ببینین به تعقیبش چند ماه قبل حدود 8 9 ماه قبل در مرکز بین المللی مطبوعات در خود وزارت اطلاعات فرهنگ بار دیگه آقای صدیقی آقای لطف‌الله مشعل جنرال صاحب وزیدی از وزارت دفاع اینا آمدن بار دیگه این مسائل مطرح شد مشکل دیگه است که هر ارگان کشور ما که یک وظیفه معین انجام میده او فکر میکنه که به درجه اول مسئول انجام دادن وظایف خودش است ارگان های امنیتی فکر میکنن که ما مسئول تامین امنیت هستیم مسئول تامین امنیت هستن بلی. اما مسئول خشونت علی خبرنگارا خود نیستن بله ما پرسیدیم ازشون که برادر وقتی که خبرنگار مومه این وظیفه و رسالت ازیه است که اطلاعات بسیار تازه و دست اول هر رسانه باید به مخاطبان خود برسانه اونا چه استدلال میکنن؟ اونا تو استدلال میکنن که البته تا حدود بسیار زیاد به نظر ما هم معجب میرسه به نظر خودشان خب 100% تشکر اجازه بدین اینا میگن که ببینین یک انفجار واقع شده در این محل انفجار اولین کار ما از لحاظ تاکتیکای امنیتی ای است که ساحه را محاصره بکنیم و در اونجا به کاوش بپردازیم که چقدر نفر زخمی ها زود انتقال بدیم یک اما از او کده مهمتر ببینیم که آیا یک بمب دیگه که بعد از این که این انفجار یک هیاهو ایجاد کرده یا یک تشنج ایجاد کرده و اما مردم آقای نورانی آقای نورانی تمام این موضوعات را که شما بس میکنین این خشونت هایی که صورت گرفته مثلا این 8 موردی را که من در شروع برنامه بر شما گفتم این موارد بمب و انفجار نبوده که ژورنالیست ها از اونجا گزارش میدادن این موارد مختلف بودن مثلا یک ژورنالیست رفته میخواست مصاحبه کنه با یک مسئول حکومتی اون مسئول حکومتی ژورنالیست خوشش نامده همراهش خشونت کرده یا مثلا در تخار حادثه که دیروز با خبرنگار یک رخ داد این از کدام محله که انفجار صورت گرفته باشه گزارش نمیداد ما با شما موافق هستم وزارت اطلاعات فرهنگ که من زو فعلا نمایندگی میکنم 100% مثل آقای تویدی میاندیش و مثل برادر ما خپلواک تشکر که هیچ اینا حق عزیز ندارد اجازه سپاس آقای نورانی خواهش میکنم اینجا یک وقفه بگیریم خب. بینندگان عزیز بعد از یک وقفه کوتاه این بس را با ما دنبال نمایید بینندگان عزیز به ادامه بحث ما خوش آمدین و فعلا لالپاچه آزمون مسئول اتحادیه خبرنگاران و نویسندگان زون شرق در خط تلفن داریم که میشه در مورد خشونت و مشکلات خبرنگارا در زون شرق صحبت کنن آقای آزمون میشه در مورد مشکلاتی که خبرنگارای و ژورنالیستای زون شرق دارن صحبت کنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم په خاطر زون کې ژورنالستان چې دی اول ډیرو ننګونو ستونزو سره مخامخ دي کدام مشکلات میشه مشکلات نام بگیرین از کدام مشکلات شما بس میکنین ستونزې لومړی معلومات ته نه لاسرسی دی همدارنګ د دولتي هغو مسؤولینو او چارواکو سره د ژورنالستان ستونزې دي چې هغه نه حاضریږي چې د مسایلو په باب باندې خبرې وکړي دریم ستونزه هغه د وسلوالو کړیو لخوا د مخالفینو لخوا د چې هغې سره مواجه دي ژورنالستان ولې په لویه کچه چې ژورنالستان د ستونزو سره مواجه دي هغه پخپله په داخل کې دي چې دلته د دولتي چارواکو سره او همدارنګه د ادارات سره دوی د معلوماتو په ورکولو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې دا یوه لویه عامه ستونزه ده چې په هر ځای کې میادېږي خو په ختیځ زون کې دا مواجه دي ورسره دویمه ستونزه دا ده چې د امنیتي مسایلو د رپورټ کولو پر مهال باندې ژورنالستان چې دي هغه ساحې ته نه پرېښودل کېږي بندیز پرې لګول کېږي یو ډول خشونت نه ورسره کار اخیستل کېږي دریمه خبره ستونزه دا ده چې زموږ دولتي چارواکي امنیتي مسؤولین چې دي هغه ژورنالیستیکو اصولو نورمونو ته
ژمن نه دي متحد ورته نه دي او نه د مطبوعات او قانون نه خبر دي متاسفانه په دې برخه کې منصوبه وړاندیز هم کړی په شنو نه هم کړی دي چې لږ تر لږه د ژورنالیستیکو نورمونو سره هم زموږ پولیسان او زموږ نظامي چارواکي کړي دا باید پلچ کړي چې د ژورنالیست سره وضعیت څه ډول ده ځکه په افغانستان کې د ژورنالیزم مسله چې ده په دې تېرو لسو کلونو را په دې خوا غوړېدلې ده او پرمختللې ده ولې دا په ابتدا کې نه وه اوس هم دغسې مسایل شته چې د مطبوعاتو قانون نه تخطي کېږي او تخطي چې دی اکثره خپله د چارواکو لخوا کېږي تخطي چې ده اکثره د خپله د د همدغو مسولینو لخوا کېږي دا ورسره مخامخ دي او اوس هم د ستونزه جدا جریان لري. شما از مشکلاتی که گفتین یک مشکلی است که شما برای عدم دسترسی به اطلاعات مواجه میشین، مسئولین حکومتی برای شما اطلاعات نمیده، میشه مشخص بگوین که از کدام بخش مسئولین حکومتی؟ شما از خود ولایت شاکی هستین، مسئولین ولایت، از ریاست اطلاعات و فرهنگ، از پلیس، از کدام بخش حکومت؟ یو خبر اداره چې د دوه ادارات نمونه چې تاسو واخه د دې ترمنځ په لام هغه نشته مهنګي ترمنځ نشته کله چې یو ژورنالیست مراجعه کوي یو 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 ریاست ته مثلا د زبردست وایم د زنګلونو په باب باندې په رپورټ برابرې کله چې د اړوند ادارې یا ریاست ته ځي نو هغه ورته وایي چې موږ د ولایت په دې برخه کې ویلي چې خبرې مو کوو موږ د وایم خبرې کوي نو وایم چې بیرته مو سره راځي کې یا بل چاته راځي کې او مسول ته راځي کې هغه یې دا وایو چې موږ دا کله دا کار نه کړو ولی هلته یو کتبي مکتوبونه هم موجود وي او د لیکنې بڼه باندې هم خو ته خبر ورکړي دغه یو له بل سره د لکه څنګه چې په کاغذ پرانی په دې نورو اداراتو کې کېږي د ژورنالیست د معلوماتو ورکول پر مهال باندې هم دغه کاغذ پرانی موجود دی. سپاس آقای آزمون، موږ ته خبر راکړو چې موږ خبر نه درکړو. تشکر آقای آزمون. آقای سپهی، شما بحث ژورنالیست قبلی ما را از ولایت تخارم شنیدین، از ننگرهار ما از آقای آزمون صحبت کردن، ببینین که چقدر شباهت بین مشکلات ولایت تخار و ولایت ننگرهار وجود داره. اونجا هم از مشکلات عدم دسترسی به معلومات صحبت میکردن، در جلال‌آباد هم صحبت میکردن و میگفتن که حکومت با ما این مشکل داره و حکومت با ما همکاری نمیکنه. بالکل دقیقا مشکل او اصلی سونزم دغه ده. دا یوازې نه په تخار په ننګرهار کې، نه تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې، یوازې په کابل کې به په نسبي ډول لږ حالات متفاوت دي او دا هم خپل دلایل لري. مثلا د هیواد په پلازمینه کې د نړیوالې ټولنې د بین المللي بنسټونو پراخ حضور دی، د ژورنالیستانو د فعالیتونو ساحه هم نسبتا پراخه ده او دلته که چارواکي له قانون نه څرګنده سرغړونه کوي لکلکو نیوکو سره مخامخ دي. اما د افغانستان په ولایتونو کې حالات بالکل متفاوت دي. په ټوله کې له 2011 کال راهیسې په افغانستان کې په ځانګړي ډول سیمه ایزو حکومتي چارواکو له مطبوعاتو سره او له خبریالانو سره د چلند په اړه روش بالکل بدل شوی دی، بدلون موندلی دی ډېر. او لویه ستونزه همدغه معلوماتو ته د نه لاسرسي ستونزه ده. اصلا اول چارواکي قطعا دې ته حاضر نه دي چې رښتینی معلومات چرا معلومات واقعی را نمیتن؟ دلیل داره چه اندیخنه لری و ویره لری پریختین معلوماتو که در چارواکو در اغوی در خپل فردی اعتبار او فردی گتو تا در تاوان لرخ دوی ویریگی دوی اغه حقیقی حقا چه چه تیریگی پا اغوی پرده چه اغه پتایی پا ایواز که ناسم معلومات خبری دارن طور که. و متاسفانه متاسفانه د سیمه ایزو چارواکو له اړخه یوه پیښه بله بده ستونزه چې هغه په دقیق ډول او په حقیقي معنا د افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د په حقیقي معنا د ازادو رسنیو د ودې په لاره کې د پرمختګ په لاره کې لوی خنډ بلل کېږي، هغه دا دی چې دوی خبرنگاران سره په یو ډول په ډلو ویشلې دي، په خپلو منځونو کې په مخالفتونو تر بریده پورې اچولې دي. حتی ډېر داسې کوشش کوي چې تطمیق خبرنگاران چاته یوه نمره د مځکې وعده کوي یا یوه نمره مځکه ورکوي، چاته نغدې پیسې، چاته بل، او یوازې د هغوی توقع او تمه دا ده چې هغه څه چې دوی غواړي ولو که ډېر کوچنی کار هم کړی، توقع یې دا ده چې یوه رسنۍ، یو خبرنگار د یوې رسنۍ استازی په سیمه کې په ولایت کې د دوی د نیکۍ او د صفاتونو رپورټونه جوړ کړي، خو د دوی په کارونو کې له نیمګړتیاونه ډېره ویره لري او په همدې خاطر دوی ته په دروازه کې د ټوپک په لاس سړی ولاړ ول نه پرېږدي کله چې پوهېږي د خبرنګار خط ورځي مراجعه کوي څه پسې راغلی څه غواړي موضوع مطرح کې نه دي پرېږدي سړی دروازه. آقای تاویدی،
اگر وضعیت این قسم ادامه پیدا کنه و ما در 8 روز شاهد 6 مورد خشونت علیه خبرنگارا بودیم، شما آینده کار خبرنگاری و کار رسانه‌ای را چگونه می‌بینید؟ متاسفانه جدا ما نگران آینده کار اطلاع رسانی در افغانستان هستیم. با بلند رفتن گراف خشونت در برابر خبرنگاران، عدم مجازات خاطیان و عدم رسیدگی به شکایت‌های خبرنگاران سبب می‌شود که به نحوی از آنها نوع خودسانسوری در افغانستان به وجود بیاید که این مشکل برمیگردد به مسئولان حکومتی که نباید چنان باشند. اما کوتاه می‌خواستم عرض کنم که با احترامی که به جناب نورانی صاحب که از دوستای بزرگوار ما هستند دارم، وزارت اطلاعات فرهنگ دقیقاً وزارت دارای قوای حکومتی و عسکری نیست، اما وزارت سکتوری رسانه هاست. همانند نهادهای خبرنگاری مکلف است، موظف است که به این شکایات رسیدگی کند و از طریق خودشان این مسئله را جدن با تمام اعضای کابینه شریک کنند که جلو از این وقایع و حوادث گرفته شود. من شاهد کنفرانس که با حضور وزیر دفاع و جنرال موظف آیساف و سایر نهادهای امنیتی در کانتیننتال بودم، جلسه دیگه هم که با حضور سخنگویان نهادهای امنیتی در مرکز رسانه حکومت در جیمیک برگزار شد بودم، در تازه ترین موردش که جناب نورانی صاحب گفت دوستا شرکت داشتن. اما گرفتن نشست ها بدون یک میکانیزم عملی کارایی لازم را ندارد. در این مورد وقتی ما گزارش را منتشر میکنیم، یا مثلا انجمن آزاد خبرنگاران گزارش را منتشر میکند، یا هم صفما گزارش را منتشر میکند، وزارت اطلاعات فرهنگ جدا مکلف است که به این مسائل رسیدگی کند، با مقامات امنیتی، با مقامات دولتی، با اعضای کابینه در این زمینه باید تدابیر لازم گرفته شود که خشونت ها کاهش پیدا کند. من دو مثال میگم. در مسئله قتل سلطان منادی که در شمال واقع شد، دقیقاً ما چنان بی‌پناه بودیم که خود ما مراجعه کردیم به سفارت انگلیس، کمیته که ساخته شد که اقبال واکس در جریان است، با وزارت امور خارجه مراجعه کردیم، کاردار سفارت بریتانیا را خواستیم، نامه را که عنوانی حکومت بریتانیا نگاشته شده بود تسلیمش کردیم، اما چون مسئولیت اساسی مربوط وزارت اطلاعات فرهنگ بود و هیچ گونه اقدامی در این زمینه صورت نگرفت، خانواده سلطان منادی تحت حمایت لازم مالی قرار گرفته قرار نگرفت. همچنان در مسئله قتل احمد امید اقبال واک، نهادهای غیر حکومتی مدافع آزادی بیان در مجموع فشارهای لازم را وارد کردیم که به یگانه فرزندش رسیدگی صورت بگیرد، تا جایی هم کمک‌های صورت گرفت، اما وزارت اطلاعات فرهنگ در این زمینه اقدامی نداشت. این بهتر بود که وزیر اطلاعات فرهنگ با وزیر خارجه بریتانیا صحبت میکرد، نه اینکه ما میرفتیم و نهایتا توان ما همین قدر بود که کاردار سفارت بریتانیا را مجبور ساختیم که با وزارت خارجه بیه و به حرف ما گوش بده، ما اقدام میام صورت نگرد. اما از مشکلات بحث کردین آقای جویدی، اگر وضعیت این قسم دوام کنه آینده کار رسانه اگر وضعیت بود. اگر وضعیت چنان که در این ماه ها ما از اول سال خورشیدی تا حال شاهدش هستیم که واقعات خشونت در برابر خبرنگاران افزایش یافته و تا آخر سال این گراف بالا خواهد رفت، جدا رسانه ها و خبرنگاران متاثر خواهند بود و بسیاری زمین های کار را از دست خواهند داد و از جانب دیگر این ظلمی است که در حق مردم افغانستان صورت خواهد گرفت که حق دسترسی به اطلاعات حق مردم افغانستان است و ایمال کنندش رسانه ها و خبرنگاران. فعلا نماینده خبرنگاران ولایت هرات آقای امیری را در لاین داریم. آقای امیری، به بحث ما بسیار خوش آمدین. میشه در مورد عمده ترین مشکلاتتان و چالش هایی که در ولایت هرات خبرنگارا و ژورنالیست ها دارن میشه صحبت کنین؟ زنده باشن. تشکر از شما و بیننده های تلویزیون شما. هفته گذشته هفته بسیار بعدی بود برای جامعه خبرنگاری در حوزه غرب افغانستان. در طول 8 روز ما شاید 3 رویداد بودیم برای خبرنگارا، که 2 رویداد در ولایت هرات بود و یکی در ولایت فرا.
که متاسفانه مسئول تلویزیون آسیا از طرف افراد ناشناس لطکوب شد، آقای نظیر احمد رها به روز شنبه 24 عمل و به ترغیب از او سید شریف اصیل خبرنگار تلویزیون تابان و عزیز احمد صادقی مسئول تلویزیون تابان روز چهارشنبه تاریخ 28 عمل توسط نیروهای امنیتی سربازهای پلیس به مقابل شفاخانه حوزگی هرات لطکوب شدند. همچنان یک خبرنگار ما در ولایت فرا از طرف مخالفین مسلح دولت تهدید به مرگ شده. آقای امیری، شما صحبت کردین، گفتین که خبرنگارا در چند روز گذشته حالات خوبی نداشتن و وضعیت خوب نداشتن و مورد خشونت قرار گرفتن و گفتین هم که خشونت ها از طرف پلیس بود، در حالی که پلیس وظیفه تامین امنیت شهروندان نداره که ژورنالیست هم از جمله شهروندان یک کشور هستن، شما به کدام نهاد دیگه مراجعه کردین در ولایت هرات که پلیس با ژورنالیست ها خشونت میکنه و شما بیاین مرهمکاری کنین؟ یک مورد که دو خبرنگار ما از طرف پلیس لطکوب شده بود روز چهارشنبه بود، از طرف مرکز حمایت از خبرنگاران ایمیل خبرنگاران فرستاده شد به خاطر بازتاب اجساد 13 تن از هموطنان ما که توسط مرزبانان ایران به رگبار گلوله بسته شده بود. خبرنگاران را همه ما هماهنگ کردیم که او خبر پوشش بدن. روز چهارشنبه خبرنگاران زمانی که به مقابل شفاخانه یازدوی میرن، دو تن از خبرنگارای ما که افرادی که لباس پلیس به تن داشتن اینا رو مورد لطکوب قرار میدن. البته این مرتبه اول نیست و سال گذشته هم ما چنین مسائل رو داشتیم که توسط سربازای پلیس خبرنگارای ما لطکوب میشدن. چندین مرتبه ما با مقام ولایت هرات و قماندانی امنیه صحبت کردیم، هم نشست های حضوری داشتیم. اقدامات از اونا چی بوده؟ چی نتیجه داده ای صحبت هایتان همراشان؟ والا تا فعلا که میبینیم هیچ نتیجه ای نداده و تعهد کردن که ما پلیس را آموزش میدیم، ظرفیت سازی میکنیم با برخورد خوبی نه تنها با خبرنگارا بلکه با مردم و شهروندان ایراد داشته باشه. متاسفانه میبینیم که هنوز همو لطکوب از طرف خود پلیس هنوز هم ادامه داره و در این ماه عمل سال جاری ما شاهد این بودیم که دو تن از خبرنگارای ما توسط سربازای پلیس لطکوب شده. تشکر آقای امیری. آقای نورانی، شما صحبت‌های نماینده خبرنگاران ولایت هرات هم شنیدین که از خشونت شکایت میکرد و گفتن که هفته گذشته اگه هفته خوبی برای ژورنالیست ها نبود. شما وزارت اطلاعات فرهنگ آگاهی داشته این مورد؟ بله، در تمام موارد وزارت اطلاعات فرهنگ معلومدار آگاهی حاصل میکنه، به خصوص زمانی که و توقع ما امی است که در همچون موارد خودشان هم پیش قدم شوند، زودتر ما را آگاهی بتن تا ما هم اقدامات لازمه بکنیم. اما آقای نورانی، میخواییم یک پرسش را اینجا مطرح کنم که شما در طول این مدتی که میگین شما از مشکلات خبرنگاران آگاه هستین و در موارد هم اقدام کردین، میشه در یک موردش که تا آخر نتیجه داده باشه، میشه یک مثال بگوین در کدام مورد شما اقدام کردین که او اقدامتان نتیجه داد و تا آخرین مرحله شما او را تعقیب کردین؟ ببینین، در موارد زیاده نتایج خوب ما داشتیم، به این شک نیست. اما همون قسمی که آقای تویدی هم اشاره کردن که هم به اون نشسته که وزرای قوای مسلح ما نخیر، پرسش من قسمی بود آقای نورانی، یک موردی که خشونت صورت گرفته باشه و شما او را تا آخرین مرحله تعقیب کرده باشین، کدام مورد بوده؟ میشه یک مثال بگوین در ولایت کابل، در دیگر نقاط افغانستان، اگر ولایت دیگر نقاط افغانستان مشکل بوده، در کابل شما میشه یک مثال بگوین؟ به طور مثال مثالی را که من بر شما قبلا در رابطه با آقای پریانی چی کردم مثال دادم، یعنی زمانی که ما بسیار سریع عکس العمل نشان دادیم با نامی که ارسال شد و همچنان وزیر اطلاعات فرهنگ در فرصت هایی که یا تلفنی یا حضوری در مجلس وزرا، در فرصت هایی که دست داد. آقای نورانی، من میخوایم بحث دیگر را مطرح کنم چون فرصت کم است. میشه
شما بگوین موارد را شنیدین از ولایت تخار، از جلال آباد و از هرات مشکلات خبرنگارا را، موارد تهدید را که گفتن، و ما هم اون منابع را داریم که برای شما بتیم که کدام ژورنالیست‌ها از طرف کیها مورد خشونت قرار گرفتن. میشه که شما اقدام کنین داین داده این مورد و نتایج شبه رسانه بگوین؟ حتما اگر امی به صورت مشخص باز جزئیات در اختیار ما قرار بگیرم، من بر شما وعده میکنم که وزارت اطلاعات فرهنگ مطلقا تشکر نخواهد. به عنوان آخرین پرسش آقای ساپی، چگونه میتونیم که این مشکلات از بین ببریم و تا ژورنالیست ها مورد خشونت قرار نگیرن و بتونن به طور آزادانه برای مردم اطلاعات تهیه کنن؟ تر ټول لومړی خبره ده چې د افغانستان حکومت هغه ځمواري چې د قانون لمخه د بیان د ازادۍ په برخه د ژورنالیستان د حقونو د دفاع په برخه کې ورغړ د خپل مسؤلیتونو په خړه ول سرته ورسي. یقین خبره ده چې افغانستان له ډیر حساس پړاو نه تیرېدونکي د 2013 کال 2014 کال له تیرو کلونو سره ډیر فرق لري. موږ له یوې ډېرې مهمې ملي پروسې سره چې هغه انتخابات په دغه 2013 کال کې به د هغې دپاره ترتیبات روان وي او د 2014 کال په لومړیو کې به انتخابات کېږي. ډېره مهمه ملي یوه پروسه ده او په دې کې د افغانستان خلک رښتینو ازادو اطلاعاتو ته ضرورت لري. که د اوس نه حالات داسې روان وي، یقیني ده ډېره د اندېښنې خبره ده. دویم د امنیتي مسؤلیتونو د رایحل خبره ده. رایحل د حکومت ذمهواري خپلې حکومتي چارواکي هغه ذمهواري د قانون د تطبیق په برخه کې چاغوی ورکړي. دوی خپل اړخ د تر کومه چې د خبرنګارانو نه د حمایت ټولنې دي، البته موږ په دې باندې فکر کړی دی او زموږ لومړنی ګام همدغه دغه حساسیتونو ته په کتو سره دغه مشکلات چې ورکور ډېرېدل، لومړی اقدام ده چې په افغانستان کې شاوخوا لس فعال بنسټونه، البته د ژورنالیستانو د حقونو د دفاع ملاتړ سازمانونه او کمیټې موجودې دي فعالیت کوي. د هغې له منځ نه تقریبا نه سازمانونه او کمیټې د په متفق ډول د واحد غږ د پورته کولو دپاره سره یو ځای شوي دی. د فدراسیون په بڼه راڅرګندې شوي دي او زموږ باور دا دی چې انشاءالله څومره موږ له خپله اړخه په خپلو کې خپله خبره یوه کوو، واحد دریز خپله او زموږ دریز به قوي کېږي، په حکومت به فشار راوړو چې هغوی آقای توحیدی رای حل چی است؟ رای حل تعهد حکومت در امر تامین آزادی بیان، حمایت از خبرنگاران و رسانه ها و رسیدگی به شکایت هاست. من کوتاه می خواهم عرض کنم که حداقل دفتر ما هر ماه گزارش ویژه در مورد خشونت در برابر خبرنگاران را منتشر می کنه. این گزارش ها هم به وزارت اطلاعات فرهنگ فرستاده میشه، هم به وزارت دفاع، هم به ریاست جمهوری، اما یک مورد هم من شاهد نیستم که بر اساس گزارشی که ما منتشر کرده باشیم یا وزارت اطلاعات فرهنگ یا وزارت داخله یا دفاع رسیدگی کرده باشه. تشکر آقای تویدی. تشکر از اشتراک شما میمانان عزیز در این بس و سپاس فراوان از شما بینندگان عزیز که این بس را با ما صمیمانه دنبال نمودید. شبتان خوش.